فکر کنم منتظر کسی دیگه ای بودی. نه بابا، ولی فکر نمی کردم تو باشی. بیا تو. دیدم که مریضی مون نیومد، گفتم بذار من برم پیشش برای سوپ آوردم بخور که بریم. اینو ببین، به خاطر من از وجدان کشیدی. باید تلافی کنم دیگه. اینو مامان بزرگ درست کرده، گفت فاتح رو سرحال میکنه. ولی نمیدونم توش چی انداخته. یالا دیگه نوشه جون. بوش خیلی خوبه. یالا بخور دیگه. خیلی خوشمزه است. نوشه جون، شوهرم هم میخواست با هم بیاد، ولی الان اگه میومد تو رو با خودش خونه نمیبرد، دلش آروم نمیگرفت، واسه همین نخواستم بیاد. هموی مهربونم. میدونی اونم به خاطر تنهایی تو ناراحتی، خیلی نگرانی. یکم حرفم زدی. خب حرفامونم یکم چیز بود، البته میدونی که چی میگم. منم گفتم که یعنی میشه مثلا فطرت کجا میتونه باشه. پس سوپ یه بهونه بود، دلیل اومدن تو فهمیدم. آره سوپ بهانه بود، ولی میدونی که من به خاطر تو اینجا. همه این حرفام به خاطر خودت فاتح، وگرنه من با فطرت چیکار میتونم داشته باشم؟ اگه تو خیابون ببینمشم نمیشناسم. باور کن نور، از اون کمکی به من نمیرسه. اون دشمن تو نیست، داداشته. من چند ساله که به اون داداش نمیگم، اینو که میدونی. ببین این لجبازی به تو نمیاد. یه آدم مهربون و با درک مثل تو که قلبش پر از خوبیه، اصلا خوب نیست اینجوری با داداشش دشمن باشه و حرف نزنه. هر اتفاق بینتون افتاده افتاده. فکر میکنی اون از این وضع ناراحت نیست؟ خواهش میکنم نور، تو رو خدا این موضوع مزخرف رو تمومش کن، نمیخوام قلب تو بشکنم. ببین ما قبلا راجع به این موضوع حرف زدیم، برام گفته بودی که اینجا بدون ما هیچ کسی دیگه ای رو نداری، یه فامیل، یه آشنا، هیچ دوست آشنایی گفتی ندارم. منم اصلا اعتراضی نکردم، ولی اون روز حواسم بود که تو واقعا خیلی تنهایی. من کسی نیستم که به فکر تنهایی باشم. این حرفاتم بیفایده است. خواهش میکنم این موضوع رو تمومش کن نور. میتونم ببینم که الان چقدر سعی میکنی احساس تو قایم کنی. چرا این کارو میکنی فاتح؟